سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز. رسیدیم به این قسمت از ویدیو. توی این قسمت میخوام براتون سوالای کنکور، مثلا کنکور زبان، کنکور هنر، کنکور تجربی، انسانی، ریاضی، همه رو با هم بررسی کنم و بهتون بگم که کدوم از این کنکورها در آزمون سراسری سال 1401 و بجز اون در کل سالهایی که من خودم تجربه داشتم و شاهد بودم کدوم از همه سخت‌تره و در واقع روی کدوم باید سرمایه گذاری کنید. این خیلی مهم هستش. خب همونطور که میدونید کنکور تجربی یکی از سخت‌ترین کنکورها هستش که در واقع یه فرد میتونه بده، یعنی کنکور تجربی که شامل عمومی ها و اختصاصی ها هستش، عمومیاش که نسبت به کنکورهای دیگه گاهن دشوارتره. یعنی حتی دیده شده یه بار کنکور هنر اومده زده رو دست کنکور تجربی و از لحاظ عمومی ها سخت‌تر شده. اینو در نظر بگیرید که تقریبا این چیزی که میگم در 70% مواقع هستش. خب کنکور تجربی سخت‌تر هستش نسبت به سایر کنکورها، طبیعیه، چون طراحش فرق میکنه، چون داوطلبش زیادتره و باید درجه سختی سوالات رو بالا ببره. همینطور کنکور 1401 دیگه مثل کنکورهای سالهای اخیر نیست، یعنی شما در واقع وقتی برگه رو میذارن جلوت با تعداد سوالای کمتر مواجه میشی. یعنی این خبری که به دستم رسیده مال یه هفته قبل هستش که الان دارم براتون ضبطش میکنم، که سوالا تعدادش کمتر شده، یعنی مثلا زمان کمتری رو سر جلسه هستی، مفهومی تر شده یه مقدار. ببین سخت تر که چرس کنم، شما وقتی مفهوم ماجرا رو بگیری به نفعت مفهوم ماجرا، خب یعنی اگه تو مفهومی بخونی توی نحوه حل کلاس تست کاملا روش حل مفهومی رو برات گفتم، یعنی اون ویدیو کاملا برای مفهومی کامل، برای حل سوالای مفهومیه، پس برو حتما نگاش کن. همونطور که خدمتتون گفتم این نوع سوالات مفهومی شدن، زمانش کمتر شده، پاسخنامه ها دیگه دوتا نیست، احتمالا 3-4 پاسخنامه هستش که نمیدونیم برای چیه. این از این مورد. و بجز اون همونطور که گفتم کنکور تجربی از همشون سخت داره. اما بعد از در واقع کنکور تجربی میرسیم به کنکور زبان. شاید باورتون نشه ولی بعد تجربی زبان هستش که نسبت به سایر کنکورها سخت‌تره. بازم میگم گاهی اوقات هنر میاد اولین کنکور سخت قرار میگیره. زبان گاهن دیده شده که حتی جای تجربی رو گرفته به خاطر اینکه خیلی سخته در واقع عمومیاش، اینکه بخوای بهش پاسخ بدی، اختصاصیش که دیگه جای خودش داره، کاملا سخت هستش و باید با آمادگی کامل بری سر جلسه امتحان. ولی خب نگران نباشید، کسی که زبان میخواد امتحان بده و کنکور آزمایشیش رو شرکت کنه قطعا میتونه حداقل به 20% کل سوالات پاسخ بده. این از اولین مورد. اما مورد دوم که میخواستم خدمتتون بگم کنکور ریاضی هستش. کنکور ریاضی فاکتور بگیریم اختصاصیاشو، یعنی بذاریمشون کنار، فعلا توی عمومیا به نظرم راحت ترین عمومیا رو داره. یعنی اگه یه کسی که فرهنگیان میخواد امتحان بده به راحتی هر چه تموتر میتونه توی ریاضی رتبه بیاره. چرا؟ چون که فرهنگیان یه دونه داره به اسم تربیت بدنی، تجربی هم داره ولی رسیدنش امکان نداره. خب اما توی ریاضی نه تنها امکان داره بلکه 100% قبولی. اینو بهت بگم، مثلا یه کنکوری داره، میگم کنکور، مثلا یه دونه رشته داره تربیت بدنی فرهنگیان، یعنی معلم ورزش. خب آقا تو ترازت شده 5500، همه 5500 رو میرسن دیگه، ولی نرسیدی به 6500 برای فرهنگیان، چی کار میکنی؟ میای توی تیر ماه اگه کنکور ریاضی نوشتی یه تیکیه باید بزنی موقع جواب کنکور، و بعد از اینکه اون تیک رو زدی میری ابتدا امتحان عملی میدی. اگه امتحان عملیت خوب باشه 1000 رو ترازت میذاره، 1000 1100، و بعد از اون به راحتی هرچه تمومتر میری برای مصاحبه. یعنی بقیه ابتدا میرن مصاحبه بعد میرن برای امتحان عملی، تو چون ترازت کمه خوبی ریاضینه میری برای عملی و بعد میری
میری برای عملی و بعد میری برای در واقع مصاحبه. پس خیلی 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 راحت تر هستش کنکور ریاضی و تو رو میتونه به همه جا برسونه. هر کی میخواد بره دانشگاه صدا سیما، دانشگاه صدا سیما هم توی ریاضی، هنر و انسانیه، این سه تا. نمیدونم آیا برای پسرها سربازی داره یا نه، یعنی مثلا فرهنگیان حذف میشه یا نمیشه، اینو اطلاعی ندارم. بعد از اون، یعنی در واقع بعد از زبان، میرسیم به انسانی و هنر که تقریبا توی یه ساعت هستن و بعد از اون ریاضی. گاهی اوقات پیش میاد، گفتم این حرفایی که دارم میزنم برای سختی کنکورها تقریبا 70% ماجراست. گاهن دیده شده مثلا ریاضی بعد تجربی سخت بوده، یه بار زبان کلا سخت بوده. ولی اگه بخوام به ترتیب بگم، ابتدا تجربی رو داریم سخت، بعد زبان رو داریم، بعد هنر رو داریم، بعد انسانی، بعد ریاضی. اینا درجه سختیاش بودن. و به جز اینم اگه سوالی در رابطه با کنکور دارید، حتما 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 بپرسید، چون کنکور اگه اشتباه نکنم 12 تیر هستش، حالا یکی دو روز زودتر شروع میشه، فکر کنم 8 تیر تا 12 تیر هستش، چون یه مقدار تایمش هم بردم بالاتر. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لایک فراموش نشه، سابسکرایب کنید. مرسی گایز، پیس.